دایچی معروف به بیژن ارژن 5 آذر 1348 در کرمانشاه متولد شد. او در کودکی تا 3 سالگی در شهرستان سراب و مدتی نیز در شهرستان سرپل زهاب زندگی کرد و سال 1355 تا 1385 ساکن کرمانشاه بود. وی در سال 1385 به عضویت شورای شعر و موسیقی صدا و سیما درآمد و ساکن تهران شد. نخستین تجربیات بیژن ارژن در حیطه شعر و ادبیات به زمانی باز می‌گردد که او دانش آموز سال دوم راهنمایی بود. پس از آن به واسطه سید حسن حسینی، یکی از نخستین آثار او که مجموعی از چند رباعی بود، توسط قیصر امینپور در مجله سروش به چاپ رسید. اولین کتاب او یک دفتر رباعی به نام پیراهنی از آه برایت دارم است که در سال 1374 توسط انتشارات باغ ابریشم به چاپ رسیده است. وی از برگزیدگان سومین جشنواره شعر فجر بوده است. از بیژن ارژن به عنوان یکی از مشهورترین شاعران رباعی چارانه سرای حال حاضر ایران یاد می شود. 7 شهریور 1395 از بیژن ارژن به پاس یک عمر فعالیت ادبی و هنری تجلیل شد. آثار او در حیطه تصنیف و ترانه‌سرایی توسط خوانندگانی نظیر حسام الدین سراج، سالار عقیلی، علیرضا افتخاری، حجت اشرف‌زاده، حمید حامی، مسعود خادم، امیر تاجیک، احسان خواجه امیری، وحید تاج، بهمن کاظمی، جمال الدین منبری، جمشید عزیزخانی، نادر اسماعیل زاده و غیره می توان نام برد. بیژن ارژن در نخستین کنگره غزل معاصر که در سال 1378 در رشت برگزار شد، شیوه نو در غزل سرایی با عنوان فراغزل ارائه داد. آثار به فارسی و برخی در کردی از این قرارند: پیراهنی از آه برایت دارم، رنگ انار، بی هم شدگان، 40 کلید، چارانه های بیژن ارژن، رمان ساعت چند است دارد دیر می شود به 2 زبان فارسی و کردی و همچنین کتاب شیرین خواب به زبان کردی و فارسی می باشد. با درود و عرض ادب، روز هستم از مجموعه جوایز پارسی بخش سمینارهای ادبیات کرد. در خدمت سخنران امروزمون جناب بیژن ارژن میباشیم. جناب ارژن، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. هستیم خدمتتون. سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و تشکر دارم از مجموعه محترم جایزه پارسی که این امکان رو فراهم کردن تا دقایقی در خدمت مردم عزیزم در هر کجای جهان باشم. صحبت از معرفی 2 کتاب شد که هر دو حکایت همسان و به شکلی متفاوت دارن. یکی داستان ساعت چند است دارد دیر می شود و دیگری منظومه شیرین خواب. حکایت کتاب ساعت چند است دارد دیر می شود شاید به 15 سال پیش برمی گرد یا شاید 14 سال پیش. این ابتدا پیش از این که این رمان باشه یا داستان باشه، در ابتدا یک رباعی بود که در اون روزگار نوشته شد و ماند و ماند و ماند تا من یک روز به این رباعی که نگاه می کردم دیدم قابلیت این رو داره که بستری فراهم کنه تا در دل این رباعی داستانی رو بده. اون رباعی که سرچشمه اصلی این داستان هست این بود: ساعت ساعت جنگل کوتاه و حقیر، کوتاه تر از
هرزه علفهای کبیر، از پره هر عقربه اش می‌ریزد شاخ و برگ بریده جنگل پی. این ربایی 15 سال پیش نوشته شد و دیدم میتوانه به شکلی فضای دیگری رو ایجاد بکنه تا در دلش یک داستان بخونه. من ابتدا مقدمه بسیار بسیار کوتاه این داستان رو میخونم. میگه شاید 11، شاید 12، یا شاید همین چقدر هزار سال پیش بود که این ربایی نوشته شد. این چهار خط نوشته ای که چارچوب این داستان است، اما همه داستان این نیست. داستان جنگلی رویده در ساعتی قدیمی، ساعتی که هر عقربه‌اش را داستانی است و مردمانش را بیشمار داستان‌های دیگر. اما هرچه هست بیرون از این ساعت نیست، بیرون از این جنگل، بیرون از این چارانه‌ای که خود شاید داستانی کوتاه است، شاید داستانی بلند. یا شاید هرگز داستانی آنچنان که می نویسند و می کنند نباشد. این دو نفره، این مقدمه بسیار کوتاهی بود در این داستان. بعد حکایت این، اگر به صورت خیلی ساده و خلاصه بگم، داستان جنگلی است که در بستر ساعتی در حال رشد هست و این عقربه‌ها و ساعت‌ها و ثانیه‌ها در حال چرخش هستند و این درخت‌ها رو قطع می‌کنند و دو نفر هستند که فراری از این درخت ریزان در حال یک گفتگو هستند. تمام داستان گفتگوی این دو نفر هست در این درخت ریزان و در این فراری که چون فضا به شکل یک فضای سورئال هست، گفتگوها نیز به فراخور هر صفحه و هر برگی که هست مختص به اون اتفاق هست و گرچه یک روند پنهانی داستان داره، ولی سعی من بیشتر بر اون گفتگوهای در لحظه ای هست که اون دو نفر مشغول گفتنش هستن. خب این بخش صحبت ها بعضی وقتا اجتماعیه، بعضی وقتا شکل های دیگری از گفتنه، از مسائل فلسفی گرفته در این داستان هست تا شکل های دیگری، حرف ها، اعتراض های اجتماعی در این داستان شکل گرفته. من نمیتونم تمام داستان رو به شکلی رمزگشایی کنم و باز کنم، ولی همین رو بگم که این در هم تنیدگی این فضای سورئالی که در این نوشته هست و شعر و به قول معروف اون اتفاقات معمولی که رخ میده، یک مجموعه اینها یک فضای دیگرگونه رو ایجاد کرده که برای مخاطب شاید پیچیده باشه، شاید دور از ذهن باشه و شاید نوع دیگری از نوشتن باشه که تا حالا با این نوع نوشته برخورد نکرده. مثلا یه بخش هایی در این کتاب هست، حالا چه کردی چه فارسی، که این شاید محصول 7 سال گذشته میشه که مثلا یک فرضیه‌ای در این کتاب هست که به نام فرضیه وراثت بود که من در این کتاب به صورت خلاصه گفتم که آنچنان که تن هر انسانی از در هم تنیدگی تن پدر و مادر هست، روح انسان نیز از پیوند روح پدر و مادر هست که من تو اینجا کاملا توضیح دادم. یه بس تناسخ هست که به شکل دیگری هست و من از کنارش به شیوه دیگر فکر کردم و اتفاقات دیگری که در این داستان شکل میگیره. حالا من یه بخشی از این کتاب رو همینجور خدمتتون بخونم.
چون من هیچ یادداشت برداری نکردم، چون اینجاست میگه، مثلا میگه در آن روزگار هیچ کس حاضر نبود کسی را ببیند حتی خودش را، شاید اون آن حقیقتی بود که مردم گریزانش بودند. آن روزها مردم به جای آن که دستهایشان در جیبشان باشد، دستهایشان بر صورتشان بود و راه می‌رفتند، دستهایشان بر صورتشان بود و می‌خوابیدند و دست و بر چهره ها آنچنان چسبیده بود که انگار دو برگ پیر خشکیده چناری هزار ساله را بر صورت مترسکی فرتوت بچسبند. صورتک این چنین آفریده شد پیش از آنی که آدم و حوا برگی داشته باشند برای شرم نوروزی. و از این دست صحبت هایی که درش هست، حالا من اون قسمت فرضیه وراثت روح رو پیدا نکردم. این کتاب 12 فصل است که مثل ساعت، این 12 فصل در 120 صفحه چاپ شده و شکل گوناگونی از گفتن رو داره. من واقعا سخته برام بخوام خود یک نویسنده بخواد از متنش صحبت کنه و حرف بزنه، ولی من حالا به خاطر اینکه چون بحث ادبیات کردی هست، من فرازهایی از این قسمت کتاب کردی هم میخوام. نقطه 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 چم لبرزی نقطگان هاتیم نخواد، لبانو که سیل کهی هر داری نقطه گو، این نقطه لدیوی داره رجا نگه که هر روش تیه، داره لوه کمر بریای دواره بریه، بریه دو بوده نصیب خوی، بوده نصیب این ماره لچوی خواروان کره، این ماله ایله که چو دور سر چاراوی چن خوار و تینبان، ماله ایله که لناوی آن یا درن خراتی کن یا خردنی چرخی لاسیار، جیاوی ماله ایله خانگه ایله تریش هن، خانگه ایله که هرچه ها دیشو ناوی آن تا بود و نیشه ازه، وی خاطره که برزی هر خانگی تا پره لگه که درن خرخون، تونیش ارتوی و یه بر سر بود خواستریسه تا چین پره لو هره سرت بکشید و سرت بکشو. ای قصه قصه کسی بی که شاید قمه یا شاید ها گرد قمه، قصه که اگر دیر به قیمره شنفتنه دی ساعتی نیمینه مناره ایلمان دور دور دوره بکن، داره رجان پره چروبی بیشوی داره رجان و پای کام سان خودشار دیست و سای کام دیبا و ناو کام دار نکه و نو او دار پیکیای خودشار دیستو که باگه ایلت لپای پشیا که آرزوه ایلت دستای سزیا، نوش که بی خبرم لو داره که قرار میل پان بی خوبی بود ارام ناره ایلت داره که ریشه ایلت داره ایلت ترک از بیل نه خویو تا هر دار. این بخشی از ترجمه کردی این کتاب بود. خب هر دو کتاب یعنی از ساعت 0 تا ساعت 12 هست و در آخر کتاب باز ترجمه کتاب دیگری آمد، یعنی به نوعی منچنان که ساعت از 12 ساعت تشکیل میشه و 12 ساعت روز هست و 12 ساعت شب و در این 24 ساعت روز و شب شکل میگیره، این کتاب نیز ترجمه فارسی و کردی همان 12 فصل کردی و 12 فصل فارسی هست.
دیگه نمیدونم در مورد این کتاب چه صحبتی بکنم، چون نگاه ها متفاوته و خیلی هم سخت خود مؤلف در مورد اثر خودش صحبت کنم، چون اینجا فقط بحث معرفی هست. در کنار این کتاب که مثلا سرچشمه این اتفاق در اون ربایی بود که 15 سال پیش اتفاق افتاد، در همون روزگار هم یک اتفاق دیگری برای من افتاد. روزگاری بود که من از کرمانشاه به تهران آمده بودم و با هر کسی که صحبت میکردم با توجه به لهجه‌ای که هست، و من افتخار میکنم که انسانی هستم که دارای لهجه هستم و دارای ریشه هستم و ریشه های زبانی من به جغرافیای خاصی برمیگرده، این بود که با هر کسی که صحبت میکردم به من گفتن شما کرد هستین، و این اتفاقی بود که هیچ وقت من در کرمانشاه تجربه نکردم. هیچ وقت کسی در کرمانشاه از من نپرسیده بود شما کرد هستی. این تکرار این اتفاق باعث شد که من به ریشه های قومی خودم نزدیکتر بشم و شروع کردم به گفتن شعر کردی، چون محل کار من مرکز موسیقی بود و عضو شورای صدا و سیما بودم و کارشناس شعر کردی هم بودم. خب کسی که کارشناس شعر کردی است، خب بالاخره بهتر خودشم حداقل تجربه هایی در این زبان داشته باشه، گرچه تجربه های من در این زبان، یعنی اولین تجربه های من برمیگرده به تقریبا سال 63 64، سالهای بمباران و فرار و اتفاقاتی که در اون روزگار افتاد و کرمانشاه زیر بمباران شدید هواپیمای عراقی بود و ما به روستای دایچی رفتیم، روستای پدری و مادری، و در اونجا من خب شروع کردم به نوشتنشه و شروع کردم منظومه گفتم، و اولین منظومه ای که اونجا گفتم از درگیری دو تن از عموهام بود که با هم درگیر شده بودم، و من شروع کردم این اتفاق رو به شکل یک منظومه کردی در آوردم که فقط یک بیتش تو ذهنم هست و من یه بیتم متاسفانه نمیشه. بعد اینکه پدر من از جبهه برگردنها، بعد وقتی که شنید این رو بعد از یک کتک مفصلی که به ما زد، بعد گفتی که لطف کن دیگه این رو پاره کن و نمیخون هیچ اتفاقی از این بحث خانوادگی بوده به بیرون از خانواده کشیده بشه. دیگه اونجا من دیگه خداحافظی کردم با زبان جناب ارجن. من داستان شیرین و فرهاد رو شروع کردم، این بود که می دیدم خب این اتفاقی است که در کرمانشاه رو افتاده و نظامی گرچه هزاران کیلومتر از کرمانشاه فاصله داشته توانسته به زیبایی این داستان رو بیافرینه، گرچه قبل از اون در شاهنامه نیز بوده و گرچه پیش از شاهنامه نیز این داستان به شکلی سینه به سینه در بین اقوام بوده. من آمدم با تعجب جوفیای شهر کرمانشاه شکلی رو شروع کردم به نوشتن. 15 سال پیش بود. بعد از اینکه من این رو نوشتم، اینو دیگه کنار گذاشتم و گذشت تا 6 ماه پیش، یعنی تا هم سال گذشته، که دوباره به لطف دوستان تهیجی حاصل شد و من دوباره دچار یک نوستالژی شدم و دوباره برگشتم به
شعر کردی و اونو دوباره بازآفرینی کردم و این بود که چاپ شد. بعد از اینکه این کتاب کردی چاپ شد، خب من دیدم با توجه به پتانسیل و ظرفیت این منظومه این بود که این رو به شکل روایی هم درآوردم. اینجا در کردی 165 بیتی پیوسته است که در شکل فارسیان 165 روایی پیوسته این منظومه رو شکل داد. تفاوتی که هست که بین این منظومه با منظومه های دیگری که در باری شیرین و فرهاد نوشته شده، از فردوسی تا نظامی تا خونالمستا و وحشی بافتی و تا دیگر شاعران کرد که به این منظومه پرداختن، این است که فضایی که در این منظومه هست کاملا متفاوت است از فضایی که در نظامی و دیگر شاعران دیگر هست، چرا که این منظومه بر اساس جغرافیای داستان شکل گرفته و گرچه آغاز این از اواسط یا از اواسط اون داستان شروع میشه، ولی پایان بندی دیگری داره که تا پیش از این نبود. این توضیحات کلی بود که من در مورد این دوتا اثر داشتم و حالا من در خدمت شما هستم. صحبتی، سوالی، چیزی هستم؟ متشکرم. بدون صحبت کردم اینا. نه، خواهش میکنم، خیلی متشکرم، استفاده کردیم و میدونم که ساعتها، روزها و هفته ها و سالها میتونین صحبت کنید در ارتباط با این اثراتی که داشتید. جناب دولتی، هستیم خدمتون. ضمن تشکر از حضورتون امروز در این سخنرانی، اگر که سوالی هستش بفرمایید. خواهش میکنم. حتما سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید میگم و افتخاریه که توی برنامه استاد ارجن حضور دارم. چند تا سوال هست از استاد بپرسم. یکی این که آیا ادبیات کردی ویژگی‌های خاصی داره یا اینکه نه، ادبیات در هر کجای جهان در کشورهای مختلف یه زبان مشترکه و ویژگی‌های مشترک داره؟ این یعنی هم هست و هم نیست، یعنی به شکلی یه بخش پیدا و پنهان داره، یعنی به صورت عمومی ساحت اندیشه میشه وقتی که وارد ساحت تصویر میشه، چون یا تصویر یا اندیشه جدا از این شکل دیگری نیست. وقتی که شما کلمه رو از اندیشه میگیرید، یعنی اندیشه به معنای خود اندیشه، حالا به هر زبانی که هست یک معنا داره، یا تصویری که شما فقط تصویر به صورت عینی آدم مشاهده میکنه یک برداشت داره از اون تصویر. وقتی که این تصویر با کلمه ای بیان میشه، با جمله ای بیان میشه، با زبانی بیان میشه، بار زبانی، بار موسیقایی، بار کلامی اون کلمه در بیان و اندیشه یه شکل دیگری از اون اندیشه رو بیان میکنه که با زبان دیگر گرچه یکیه ولی یکی نیست، یعنی یک طعم خاصی داره. مثل به فرض مثال دو نفر یه دستگاه رو میزنن، تنگو میزنن، ولی میبینی این شوری که مثلا استاد جلیل شهناز میزنه مثلا با شوری که استاد لطفی میزنه گرچه هر دو شور هستن، هر دو یک دستگاه هستن، ولی به خاطر ویژگی های سبک این دو شما دو شکل دیگر، دو شکل متفاوت از شروع میشه. یعنی موسیقی حروفی که هست، این موسیقی خودش یک بیان یک شکل دیگری از برداشت و اندیشه میکنه که خود اندیشه نیست. این است که نگاه ما یه مقداری متفاوت تر میشه. یعنی من شاعر وقتی که با یک نفر با زبان کردی حرف میزنم به شکلی دیگر از گفتن هست، وقتی که همون صحبت رو با کسی دیگر به شکل با زبان فارسی میگم شکل دیگر، گرچه من همون آدمم، اندیشه همون آدمه، کلمه همون کلمه است، ولی چون کلمات با موسیقی که دارن وارد ذهن ما میشن و اون کدهای موسیقایی هست که ما واسطه اون کدهای موسیقایی اون اندیشه رو میفهمیم، ناخودآگاه این کدهای موسیقایی
تأثیر خودشان رو در شکل اون اندیشه میذارن. این نگاه من هست، حالا یه نگاه ذوقیه، میتونه اصلا کاملا رد بشه، میتونه تایید بشه. این فعلا تا الان من این به این نگاه قائلم، حالا دیگه بعدش رو نمیدونم، احتمالا نیم ساعت دیگه تجزیه کنم به جهان دیگری بسیار دیگه. شما گرد آقا، فرمودین که ریخت داستان شیرین خواب تو کتاب شما با کارهایی که قبلا نظامی و دیگران داشتن متفاوته، میشه تفاوت رو بیشتر توضیح بدین که چه تفاوتی هست؟ خب در داستان شیرین و فراد با تمام احترام به حکیم بزرگ نظامی و فردوسی بزرگ و دیگران، خب یک در داستان فردوسی خب همه میدانند شیرین یکی از کسانی بوده که در جامعه میانی یعنی متوسط بالا زندگی میکرد، یک ایرانی بوده که در دربار بوده و از تمولی هم برخوردار بوده، ولی جز طبقه پادشاهان و اینها نبود، که وقتی که خسرو، پرویز و شیرین در کنار هم قرار میگیرن، موبدان میان و اون تشت رو میارن و یه تشت خون میریزن توش، رو میگن این تشت خونه، یه تشت گلاب میریزن و معترضن که این شخص گرچه زیبا هست ولی چون از نژاد کیان نیست، از فره ایزدی از اینها نداره، لایق این نیست که همسری پادشاه باشه. این در داستان شاهنامه، که بعد روند داستان هم تقریبا مثل داستان نظامی هست. در داستان نظامی اتفاقی که میفته اینه که شیرینی که ایرانی هست و در دربار خسرو پرویز است، به یک باره تبدیل میشه به برادرزاده پادشاه ارمنستان و اون ایرانیت خودش رو از دست میده و به عنوان یک خانم یا بانوی ارمنی شناخته میشه. اونم بانوی ارمنی که نژاد پادشاهان رو داره و برادرزاده پادشاه است. این یک اتفاق، یعنی اینجا یک شکل دیگر. شکل دیگر این که فرهاد بین قصه اضافه میشه. فرهادی که حالا خود اتفاقات مختلفی هست. بعضی میگن یک ایرانی بوده رفته چین، برگشته مثلا یه مهندس بوده. بعضی میگن نه، اصلا فرزند یکی از پادشاهان مثلا چین بوده. بعضی میگن این هندی زاده بوده. و این دو اتفاق در این تفاوت این دو تا داستان هست. و در هر دو داستان، یعنی در داستان نظامی بعد از اینکه فرهاد کشته میشه، حالا کار به این داستان‌های میانی نداریم، ولی در نهایت شیرین به همسری خسرو پرویز در میاد و بعد از اینکه به همسری خسرو پرویز در میاد، بعد از کشته شدن خسرو پرویز توسط شیرویه، بعد خب بر پیکر خسرو پرویز شیرین خودکشی میکنه. این داستانی هست که یعنی به شکلی فرهاد برای شیرین خودکشی میکنه و شیرین برای خسرو پرویز خودکشی. اون داستان نظامی که این اتفاق هست، ولی در شکلی که من نوشتم اصلا این گونه نیست. این هم دو تا شکل متفاوت داره. یه بخشش شیرین خواب کردیه، یه بخش شیرین خواب فارسیه. در شیرین خواب که یه منظومه کردی هست، ما با یک زنی سر و کار داریم که یک زن به شکلی عشایر هست، این کاملا با اون آداب و رسوم منش کردی داره مثلا به این قضیه نگاه میکنه، از سیاه چادر هست، از فضاهای دیگری هست، حتی اگر خانزاده هم باشه یک خانزادهی هست که به دور از این مسائل عشیره‌ای نبوده، چون ما مردم کرد مردمانی هستیم که تمام فرهنگ و زبان و اندیشه و منش خودمون رو در داخل اون سیاه چادری که داشتیم محافظت میکردیم و از این طرف و اون طرف در حال کوچ کردن بود. چون ما ملتی کوچ رو بودیم، اعراب هیچ وقت نتوانستن زبان ما رو از بگیرن. کردها هنوز که هنوزه در روستاهای اطراف بغداد شاد کرد
کرد باشه. الان نزدیک مثلا یه چند میلیون خود بغداد کرد داره. یعنی کردها کردهایی هستن که در روزگاری که خلافت عباسی تا مصر رو تمدن مصر رو از بین برد و همه رو عرب کرد، نتوانست روستاها و کسانی که در اطرافش زندگی بکنن زبان اونها رو از اونها بگیر. چرا؟ به خاطری که ما شهر نداشتیم، ما یک جانشین نبودیم. صدا قطع شد آقای ارجن. الان صدا اومد؟ الان هست. الان هست صدا؟ بله. آره. من نمیدونم تا کجا هست. تا اونجایی که فرمودین یک جانشین نبودن. آره، چون یک جانشین نبودن، فرهنگ و زبان و اندیشه لباس خودشون رو نگه داشت. و اول داستان شیرین خوب با همین کوچ مردم شروع میشه و اتفاقاتی که در طول تاریخ برای این مردم افتاده. این یک بحث است که یک بحث حاشیه‌ای هست، ولی در داستان شیرین خواب در اینجا شیرین بعد از مرگ فرهاد دیگه یک شیرین منفعل نیست، برمیگرده کاوستان، شروع میکنه به نفرین شیرین خسرو پرویز. خسرو پرویز در آستانه طاووسان سوار بر شبدیز تبدیل به سنگ میشه که ما تو ادبیات خودمون، تو ادبیات ماوراء خودمون هم داریم. کسی که کار بدی انجام میده میگه نکن خدا سنگ بید. یعنی این سنگ شدنه تو باورهای ما بوده. بعد از اینکه به نفرین شیرین خسرو پرویز سنگ میشه، شیرین برمیگرده به طاووس بیستون. بعد از اینکه برمیگرده به بیستون، از دیواره بیستون بالا میره، در غار انار فرهاد رو اونجا گذاشتن که آنچنان که روحش به آسمان ها میره، تن فرهاد هم طعمه پرندگان بشه و به آسمان ها برگرده. اونجا شیرین شروع میکنه به گریه کردن، تبدیل به درخت گریه میشه و بعد از اینکه تبدیل به درخت گریه شد، با اجازه آناهیتا الهی ها، تمام وجودش رو بر فرهاد گریه میکنه و فرهاد دوباره زنده میشه. بعد از اینکه فرهاد زنده شد، از کوه میاد پایین، میبینه کل کوه تبدیل به شیرین شده. که ما تا پیش از این، تا تقریبا تا این 10 سال پیش، همه بهش میگفتن بانوی خفته. کسی حتی شیرین خواب هم نمیگفت، همه بودن بانوی خفته، زن خفته، شیرین خفته، که بعدن میبینه که شیرین این که خوابیده. بعد شروع میکنه شیرین رو وقتی میبینه که خوابیده، فرهاد اونجاست که تیشه رو برمیداره که شیرین رو از این خواب سنگین نجات بده. و بعد از این که میبینه که هرچه پتک میزنه، هرچه تیشه میزنه، خواب شیرین هویداتر میشه، وقتی که به خواب میره میبینه رسیدن و دیگه مثل آن چند تنی که در شاهنامه که رفتن و برنگشتن و به شکلی مثل حضرت خضر انگار که زنده هستن، دیگه سرنوشت فرهاد معلوم نیست که مرد، ماند، رفت، برگشت و به شکلی یه زندگی دیگر پیدا. یعنی نوع داستان، ریخت داستان با توجه به جغرافی کرمانشاه کاملا متفاوت هست از داستان نظامی. بسیار عالی. سوال دیگه هم این بود که شما توی هر دو زبان کردی و فارسی اثر دارین و گفتم چه حسی دارین و رفتار مخاطبان دو زبان با شما چطور بوده؟ یعنی دوست داشتین که چطوری باشه و در این مورد اگه توضیح بدین جالب بشه. والا این بحث متفاوت هست. یعنی در شیرین خوب، در شعر کردی بیشتر سوگ فرهاد هست و بیشتر جغرافیا نقش بسیار بسیار پررنگی داره. رودخانه ها، کوه ها، مناطق، یعنی به شکلی در شعر تنیده شده. یعنی اونجا یک شاعری با اندیشه
کاملا کردی اندیشه کنه، یعنی با جهانی که یک انسان کرد میبینه با توجه به زیست بومی که داره. این است که اون فضا بسیار قابل ملموس است برای من کرد، اونون یک کردی که در این فضای جغرافیایی زندگی میکنم و خاطره دارم از جای جای این مناطق. اما در شکل فارسی اون، گرچه این جغرافیا حضور داره ولی به شکلی انگار که یک اندیشه دیگری است، انگار که فضا شروع ریختمانش نوع دیگری از هست که کاملا متفاوته با، یعنی وقتی که من کردی رو میخوانم گرچه یک داستانه، گرچه من خودم هر دو رو آفرید، ولی وقتی که کردی رو میخوانم با جهان دیگری سر و کار دارم، وقتی فارسی رو میخوانم با یه جهان دیگری، انگار این دو کاملا دو فضای دیگریه، انگار که من و شما هر دو داریم، یا من و من، دو من از هم جدا، از دو زاویه مختلف دارم به یه من. مثلا من و شما که الان داریم حرف بزنیم، اگر یک چشممونو ببندیم با یک چشم ببینیم، با تعجب حتی این مقدار فاصله که بین این دو چشم است، چون زاویه دید فرق میکنه، چون چشم ها احتمال یکی ضعیف‌تر باشه یکی قوی‌تر باشه، نوع نگاه، نوع فرم، همه چیز کامل متفاوت میشه دیگه. چه برسه به این که یک شخص با دو زبان مختلف به یک نقطه. سوال پایانیم جناب ارجن اینه که چه چیزهای آفات هنر میدانیم؟ یعنی چه چیزهای سبب میشه یه هنرمند متوقف بشه؟ حالا برای توقف هنر، اولا هنر که توقفی نداره، یعنی توقف اون شخص، هنر که داره میره. ما هر جا که حس بکنیم که رسیدیم دیگه تمام، یعنی به معنی که فکر کنی آدم دیگه رسیده دیگه تموم، دیگه میشه همون. و چند تا دلیل هم داره این رسیدن. یکی البته هر انسانی ظرفیت متفاوتی داره، یعنی هر کسی یه ظرفی داره و با توجه به ظرفش تا یه حدی میتوانه بره. این یه امر کاملا طبیعی هست، هر کسی که بتونه ظرف خودش رو کامل پر بکنه به کمال خودش رسید. ماها یک باید از خدا بخوایم که ظرف ما بزرگتر بشه، یکی این که بتونیم اون ظرف رو پر بکنه. این دو تا معقول است و کسی میتوانه به کمال خودش برسه که یک نقد پذیر باشه، دو در پی یادگیری باشه. تا وقتی که من تشنه یادگیری باشم، تشنه نقد باشم، بخوام عیب خودم رو پیدا بکنم، لحظه به لحظه در حال رشد کردن هستم. ولی وقتی که دیگه از بالا به مردم نگاه بکنم تمام، کافیه کسی یه پله بالاتر بره، حالا میخواد این منبر باشه، میخواد این صندلی باشه، میخواد هر چه باشه، تا وقتی که آدم یه پله از بالا مردم بالاتر بره و از بالا مردم نگاه بکنه و از بالا به موضوع اون شخص دیگه هیچ وقت، چون چشمش از بالا به پایینه، هیچ وقت دیگه بالاتر رو نمیبینه که آدم بره بالا. کسی که داره از یک نردبان بالا میره، درسته پاش رو پله دوم هست، دستش مثلا رو پله هفتم هست، ولی نگاهش و دست دیگرش دنبال پله هشتم هست. یعنی این یعنی رشد. ولی وقتی که آدم راضی بشه دیگه متوقف میشه. بسیار عالی، استفاده بردیم و مسروریم از داشتنتان. ممنونم. سلامت باشین. ممنون. خانم روز، خانم سانه، خیلی متشکرم. درود بر هر دوی شما عزیزان. بله، اینترنت ایراد داشتش. سپاسگزارم از هر دوی شما. جناب ارجن، سوالی مطرح شده.
اینجا سطح اندیشه در کتاب داستانتان با دیگر کتاب‌های داستان بسیار متفاوته. لطفاً در مورد سلیقه مخاطب امروز با چیزی که شما در ادبیات دنبالش هستید صحبت بفرمایید. خب من نویسنده نیستم. من اول کتابم نوشتم گفتم این یه داستان دیگریه، نه از اون جنس داستانی که مخاطب دنبالشه. بیشتر این اندیشه های خودم بوده، دغدغه های خودم بوده که در قالب این شکل از داستان ریخته شده. یه روزگار، یعنی صحبت هایی که من از دیگران شنیدم، میگن خب وقتی که کسی شاعره اینجا باید شاعر باشه، جایی که قراره بنویسه باید داستان باشه، و آفت یک داستان اینه که اونجا نویسنده به سمت شعر بره و دوچار شعر بشه و داستان جدا بشه و گسسته بشه. من این برام پذیرفتنی نیست، یعنی به عنوان انسانی که در روزگاری دارم زندگی میکنم که هر اتفاقی احتمال داره بیفته و تو کارهایی که کردم همیشه سعی کردم شکل دیگری از آفریدن رو داشته باشم که متفاوت باشه، این رو نمیپذیرم. یعنی یه روزگاری ما نظامی رو داریم، از اون طرف شاهنامه رو داریم، یک داستان در قالب به شعر کشیده میشه. این یک موضوع هست. موضوع دیگری که هست این است که در این کتاب ساعت چند است دارد دیر میشود، من خود اون اتفاقی که در اون صفحه، در اکنون اون صفحه داره میفته برامون، این بسیار بسیار مهمتر از اون نخ کلی روایت است که در داستان است. مثال میزنم، میگم این کتاب خدمت شما، هر کجا شما منجو باز میکنم، اینجا رو باز کردم، میخونیم اینه میگه: قطاری که از شبان خوابهای تو میگذرد مرا بی ایستگاهی متروک میکنه، ایستگاهی که اگر چرخش چرخی در آن است، همین گاری چوبی افتاده است که با چرخی از آن را میچرخونه، با آسیابانی پیل لمداده و بیخیال در سایه سار آن چپاقش را برای تو چاق میکنه. از این نمایی که منم، دودان تنباکوی پیچیده در چرخش این چرخ، یادآور کدام انتظاری است که برایش ایستگاهی متروک شدیم که بنشینیم و این همه نیامدن را تاب بیاوریم؟ کدام نیامدن؟ من و تو هر دو آمده بودیم، اما کسی نبود ما را به هم معرفی کنه. بعد میگه: دارد سردم میشود، کسی پیراهنم را ندیده است، همان پیراهن 40,000 ساله‌ای که از تاریخ قدیمی تر بود. بعد میگه: تو اگر میخواستی آن پیراهن را داشته باشی، هزاران هزار از آن پیراهن را بر تن هر گونی پر از کاهی نمی کردی که امروزگارت را بنشینی و چشم به در داشته باشی، تا شاید روزی گرد باد در به دری خبری آنچنان که تو میخواهی را از به هم کوبیدن دری به تو برسان. یعنی بیشتر نگاه من در این داستان نگاهی بود که مخاطب هر کجا رو باز کرد بتوانه وقتی که میخوانه در اون لحظه، در اون اکنونی که مشغول خواندن اون اتفاق هست، به یک نگاهی برسه، به یک جهان بینی برسه، به یک اندیشه‌ای برسه. در کنارش خب در پشت این اتفاقات خب به صورت هندسی یک سری رشته ها به هم گره خورده و بسیار پنهانه. شاید یکی از دلایلی که این داستان یک مقداری برای مخاطب پیچیده است شاید به این دلیل باشه، چون من بیشتر ربایی میگم و جهان در ربایی دارم، میخوام در کوتاه‌ترین کلمه بیشترین حرف رو بزنم و اندیشه رو به کوتاهی در این کلمات جای بدم. این فشردگی
جناب ارجان قطع شد صدا چند لحظه این. به قول معروف مخاطب ما انتظارشو نداره، یعنی شاید خیلی باید بیشتر بست و گسترش داده بشه. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادید. اگر از شما بپرسم که به عنوان یک نویسنده و مؤلف که این همه زحمت کشیدید و این همه آثاری به این ارزشمندی رو به هر حال به جا گذاشتید، دوست دارین ادبیات کردی جنوب به چه سمتی پیش بره؟ والا ادبیات کردی، حالا کل ادبیات، گفتم نگاه جناب دولتی منوشان خیلی در بسیاری از مواقع خیلی اندیشه‌مون به هم نزدیک، یعنی در ساحت اندیشه ما هرچه به سمت جهانی شدن فکر کنیم، هرچه جهانی تر ببینیم، هرچه بزرگتر ببینیم، اندیشه ما اندیشه دیگران هم خواهد شد، ولی به شرطی که این جهانی شدن به شعار کشیده نشه. ما میتوانیم از پتانسیل زبان کردی در جهت جهانی شدن استفاده کنیم، به شرطی که نخواهیم زبان کردی رو بر دیگر زبان‌ها بخوایم برتری بدیم و به شکلی پیشرفت در زبان کردی رو بیش از اون چیزی که هست مثلا بهش نمیدونم کلمه ندارم، بعضی وقت آدم دوچار بی کلمگی میشه، یعنی اینو دارم میگم، یعنی اگر ما اینو به عنوان یک زبان، فقط به عنوان یک زبان به کار ببریم و بتوانیم اتفاقات روزمره ما نه در شکل‌های مختلفی، حالا در مسائل اداری، در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، از این زبان کار بکشیم، نه فقط این یک زبان تزیینی باشه برای ادبیات، این زبان پویایی خواهد. برای اینکه این زبان فقط زبان ادبیات نشه، ما مستلزم این هستیم که در ادارات، در جاهای مختلف، در بیرون از خانه با هم کردی حرف بزنیم. یعنی شما وقتی که میبینیم مثلا در کرمانشاه با دو نفر کرد، وقتی که در داخل منزل با هم کردی حرف میزنن، وقتی که بیرون از منزل میرن انگار که باید مثل این که باید حتما کرد شلوار بپوشن، انگار که این زبان کردی رو میذارن در خانه و با یه زبان دیگری بیرون. نگاه شلوار جافی و ما کردی کرمانشاه فقط تو خانه استفاده میکنیم. دقیق با زبان کردی هم همین برخورد داریم، یعنی زبان کردی ما مثل شلوار جافی ما فقط در خانه ازش استفاده میشه، در حالی که در سنندج اینگونه نیست. در سنندج راحت در ادارات، در جاهای مختلف از این زبان هم استفاده میشه. یعنی فقط اگر ما بخوایم فقط در ادبیات استفاده بکنیم، یه شکل تزیینی به خودش میگیره و وقتی که شکل تزیینی به خودش گرفت، آرام آرام با پیر شدن یک نسل و رشد نسل دیگه، این زبان هم به شکلی در این منطقه از بین خواهد، مگر اینکه بتونیم این رو کاربردی استفاده کنیم. یعنی مشکل ما، من دیروزم جایی بود گفتم، جای دیگه هم صحبت کردم، گفتم مشکل ما این هست که فکر میکنیم این زبان زبانیه که اگر ما به فرزندانمون این زبان کردی رو یاد بگیریم، وقتی که برن وارد جامعه بشن دوچار لهجه میشن و مردم اونا رو تمسخر میکنن. این حس خودکمبینی که در بین بعضی از انسان‌ها هست باعث میشه باور نداشته باشن به زبانش، در حالی که با تمام احترام به مردمان ترک، کاملا با افتخار طرف 100 سال تو تهران داره زندگی میکنه، نسل در نسل، نوه و نتیجه و نبیره و ندیده دارن ترکی با هم حرف میزنن، به این که خجالت بکشن. دو نفر ترک به معنی که میشنن که ترک هستن شروع کردن با هم ترکی حرف میزنن، ولی ما دو نفر کرد وقتی که همدیگر رو میبینیم مجبوریم با زبان دیگری با هم صحبت کنیم. این خودکمبینی، اینی که فکر میکنیم
زبان ما زبان دست دومی هست و زبانی هست که اون تشخص لازم رو نداره و باعث میشه که ما خوارتر دیده بشیم در نزد جامعه، این بزرگترین آسیبی است که به این زبان وارد میشه. ادبیات یه شاخه از این است که اتفاقات بزرگی که در این زبان میفته یکی از شاخه‌هایی است که مردم به این برگردن، به تشخص این زبان برگردن و با افتخار با هم کردی صحبت. و تا وقتی که من نتوانم با فرزندانم کردی صحبت کنم، هیچ انتظاری ندارم برای 10 سال دیگه فرزند من با فرزندش کردی حرف بزنه. وقتی که من نمیتوانم این رابطه رو با فرزندم ایجاد کنم، چگونه انتظار دارم که فرزند من با فرزندش این رابطه رو شکل بده؟ یعنی الان ما توی دوره گذار هستیم که در این دوره گذار اگر ما توانستیم این زبان رو حفظ کنیم، برای 30 سال دیگه این زبان خواهد ماند. ولی اگر الان نتوانستیم حفظ کنیم اینو، با از بین رفتن این نسلی که الان دارن کردی حرف میزنن، کردی هم با رفتن این نسل خواهد رفت. این پاشنه آشیل این زبان هست و این همه برمیگرده یک به رسانه. ما رسانه نداریم. اگر رسانه داشتیم، اگر برنامه هایی با این زبان تولید میشد، اگر فرزندان ما با این زبان میتوانستن بشنن، ببینن، لذت ببرن، عشق ببرزن، این زبان خواهد بود. کاملا. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید و واقعا کاملا درست میفرمایید. یک موردی که خود من شخصا اخیراً جناب ارجن، جناب دولتی دارم مشاهده میکنم توی 1-2-3 سال گذشته خصوصا و با این داستانهایی که توی همه جهان اتفاق افتاده، درسته که رسانه ای نبوده، ولی من فکر میکنم که از همین طریق اگر دوستان با گویش های مختلف حالا در این راستا کردها قدم جلو بذارن، مثل خود شما بزرگان و اساتید توی رشته های مختلف، این اتفاق خیلی راحت میتونه رقم زده بشه. به خاطر همین واقعا فکر میکنم که با تجاربی که دارم خصوصا توی 1 سال گذشته، این حتما امکان پذیر هست. فقط حضور شما عزیزان پررنگتر و صحیحتر میکنه راهو. در ترتیب ممنونم از شما و توضیحاتی که دادید. سوالی اینجا مطرح هستش، شما غیر از شعر و داستان ترانه های بسیاری نوشته اید، اوضاع موسیقی کردی جنوب را چگونه میبینید؟ این من ابتدا وقتی که وارد مرکز موسیقی شدم در تهران به عنوان کارشناس شعر کردی، خب اونجا خود کرمانشاه بیشترین تولیداتی که داشت کردی سورانی بود و خیلی کم به کردی کرمانشاه، کردی جنوب، کردی که این منطقه بهش مشغولند گفته میشه. من اولین کاری که کردم، سعی کردم والا با هر تمهیداتی بود، ما توانستیم یک بخشنامه‌ای رو بدیم به کرمانشاه، ایلام، اینا رو ملزم کردیم که دیگه از این به بعد شما حق تولید کار سورانی رو ندارید. چرا؟ به خاطر این بیشترین تولیدات ما در اون روزگار سورانی بود و اصلا کردی ما خودمون دچار بی‌هویتی شده بودیم. کردی این منطقه اصلا وجود نداره. من گفتم آقا کردی سورانی خیلی خوب، خیلی عالی. ولی آیا شبکه سنندج هم حاضر هست کردی کرمانشاهی تولید کنه؟ اگر مثلا شبکه سنندج از مثلا در سال اگر 20 تا 30 تا 50 تا قطعه می‌خواد تولید کنه، اگر 5 تا کردی جنوبی کار میکنه، خب در استان کرمانشاه 5 تا موسیقی سورانی بگن. بعد نگاه اونا این بود که خب ما در کرمانشاه جوانرود رو داریم، یادم رفت شهر دیگری که کنار جوانرود هست، مثلا جوانرود پاوه است، اینا هستن که اینا هم هورامی میگن هم سورانی میگن. گفتم خب درسته، ولی ما بالاخره در سنندج
در استان کردستان ما هم قربه رو داریم، بیجار رو داریم، اونام به زبون بگویی شما دارن کردی هر دارن. گفتم شما یا باید یه بخشنامه بکنید. اینکه ما یک سعی کردیم جلو این آثار گرفته بشه تولیدات شرکتمون که به شکلی حداقل مردم به اصل خودشون برگرد. نگاه الان زبان اورامی متاسفانه توسط زبان سورانی مورد هجمه قرار گرفته و داره از بین میره. یعنی به شکلی روستاهایی که اورامی زبان بودن الان چون اطرافش کاملا سورانی هستن آرام آرام به خاطر که با دیگران ارتباط برقرار بکنن مجبورن که با زبان سورانی حرف بزنن. این است که با تمام احترام به گویش‌های مختلفی که در کردی وجود داره، چه کرمانجی، چه سورانی، چه کردی جنوب، چه کردی که شکل مختلفی دارن، ولی ماها ملزم هستیم که گویش خودمون رو حفظ کنیم. برای این کار ما یکی این کار رو کردیم، دیگری این که اومدیم به شکل شاعرانه تری از شاعرانی که حرفه‌ای بودن خواستیم که به شکل حرفی تری بنویسن. یه بخشی که متاسفانه هست این است که خواننده های ما به خاطر اینکه مخاطب بیشتری داشته باشن در اون دوره، حالا شاید الان کمتر باشه، اصرار اون خواننده ها بر این بود که این کردی ها به شکلی باشه که یک شاعر، یک مخاطب فارس هم بتوانه بفهمه معنی شعر. یعنی به شکلی شما نگاه بکنید، اگر کردی های 10 سال پیش رو نگاه بکنید تولیداتی که بوده به یه شکلی بوده کردی منطقه کرمانشاه، فعلش رو اگر بذارین کنار اکثر کلمات فارسی بوده به خاطر که هم مخاطب فارسی رو داشته باشن هم مخاطب کردی. این دنبال مخاطب رفتن بزرگترین آسیبی برای شعر کردی شد و باعث شد بسیاری از کلمات ما از بین برن و جای خودشون رو به کلمات فارسی بدن، در حالی که الان خدا رو شکر یه رجعتی هست، یه برگشتی هست و بهتر هست، که یعنی داره بهتر میشه، ولی باز پسند گیشه خوب نیست. آدم زیاد دنبال گیشه بده. گیشه خوبه برای اینکه مخاطب به سمت موسیقی کردی بره، ولی در کنار این آمدن مخاطب، کشیده شدن مخاطب به سمت موسیقی کردی، ما باید بتونیم فرهنگ خودمون، اندیشه خودمون و کلمات خودمون رو در ذهن مخاطب آنچنان بکاریم که بتونیم این کلمات برای صحبت این مخاطب ما در زندگی واقعی بتونه کاربردی باشه. ما اگر بتونیم یک کلمه رو وارد زندگی معمولی مردم بکنیم این زبان زنده تر خواهد. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادید. سوال دیگری مطرح هست که کردی، این سوال هستش، کردی جنوب شامل لهجه ها و گویش های متفاوتیه، آیا لازم می دانید یکی از گویش ها به عنوان گویش معیار انتخاب شود و بقیه از او تبعیت کنند یا خیر؟ خب چرا مثلا باید به فرض مثلا خیلی ها از دوستانی که اکثرا خب از یک ایل هستن، خب شاعرم هستن، مثلا میگن کردی کلهوری، حالا خیلی همین باب شده، چرا کردی کلهوری؟ نه، آیا سهم کردی زنگنه که کرمانشاه اکثرا با همین کردی حرف میزنن کم هست؟ آیا کردی سنجابی کم هست؟ آیا گوران کم هست؟ آیا مردمی که در منطقه دینور و در منطقه صحنه و در مناطق ما میگیم پشت دربند یا کندوله اینا هستن، آیا اینها سهمی ندارن در این کردی؟ اینی که اختصاص یک ایل که این آیا ملکشاهی که مثلا سهم بسزایی داره، آیا کردی مردمی که در خود ایلام زندگی میکنن، آیا اگه هر کس باشه، هر ایلی باشه، خب میگه
این کردی من معیار باشه و دیگر کردها سعی بکنن به همین گویش صحبت کنن. این به نظر من این ظلم هست بر دیگر گویش ها. ما هر کدام از ما در کنار هم این کردی رو شکل دادیم و هیچ تفاوتی نداره. اگر من بخوام منی که در کرمانشاه زندگی میکنم، منی که در روستای دایچی روستای پدری من هست، منی که مثلا میگن از بحث ریشه و قبیله و اینها، مثلا من به من میگن مثلا ما جز ایل شبانکاره هست، آیا من شبانکاره، من سنجابی، من زنگنه، من گوران، من کندولهی، آیا وقتی که بخوام با زبان کلهوری صحبت بکنم نیاز به مترجم داشته باشم؟ میگیم خب بله دیگه اصلا زبان متفاوته. ولی وقتی که ما اتفاقا زبان معیار به نظر من زبان معیار زبانش کردی شهریه. چرا کردی شهریه؟ به خاطر که یه کلهوری، یه سنجابی، یه زنگنه، یه کندولهی وقتی که میان داخل کرمانشاه با هم با یه گویش کردی حرف میزنن که این گویش کردی گویش همه فهم این ایلات هست. وقتی که ایلان میرن، حالا این میخواد ملکشاهی باشه، میخواد تلور باشه، میخواد شبانکاره باشه، میخواد از ایلهای دیگری باشه، وقتی که بیان ایلان با یه کردی حرف میزنن که کردی معیار ایلان، نگاه من نظرم اینه که کردی معیار الان مشخص شده. کردی معیار اون کردی است که یک دو نفر از دو ایل مختلف وقتی که با هم صحبت میکنن سعی میکنن از اون لهجه‌ای که دارن یه مقداری یه چند قدم پایین بیان در جهت ارتباط برقرار کردن با گویش دیگری از ایل دیگر، اون هم یه چند قدم از گویش خودش پایین میاد که به یه کردی برسن. حالا این کردی دیگه نه کلهوریه، نه سنجابیه، نه چیز دیگری نیست. این اختصاص یک اسم یک ایل بر کل این ایلها، این واقعا ظلمی هست که حالا دوستانی ما مثلا حرفم میزنن دیگه، میگن مثلا جناب آقای سهامی میگفت، مثلا میگفت در فلان شخص در فلان دیوانش در فلان جایی صحبت کرده، آقای بدریسی گفته ما چهار گونه کردی داریم، یکیش کلهوریه، یکیش گوران و دو تا دیگه هم اسم بود. قبلا گفته گوران، این یکی و دو دیگر، این که ملاک نشده. مثلا من شما الان در کانادا تشریف داریم درسته؟ من الان مثلا بیام اونجا، منی که حالا کانادا نیامدم، بگم مثلا از شما نزدیکی بپرسم این خیابان اسمش چیه، اونم حالا بگه این خیابان یه اسم واقعی داره، یه چیز دیگه مثلا میگن همینجور به شوخی بگه این خیابان مثلا این خیابان اسمش هست مثلا خیابان شقایق، یا بگه نه این خیابان اسمش خیابان روز. بعد من بیام تو تاریخم بگم بله من در کانادا رفتم خدمت یه خانومی بودم، از اونجا تحقیق کردم یه خیابانی در تورنتو هست، اسم این خیابان خیابان روز هست. این که سندیت نیست، یعنی امروز ما کجا هستیم؟ امروز ما معلومه. بعد خب اهل حقا، یارستان عزیز، اینا یه پیشینه هزار ساله ادبیات دارن، دیوان قوری اونها به صورت مکتوب وجود داره و جالبه تا همین تقریبا 150-200 سال پیش ما زبان معیار داشتیم، که زبان معیار کردی ما اصلا کردی کلهوری نبوده، یه کردی بوده مثل زبان گوران بوده که بزرگانی با این زبان گفتن دیگه، بین زبان بین اورامی بوده، بین سنجابی بوده، حتی بخشای فارسی درش بوده که دیگه دیوان بزرگان همه هست دیگه. یعنی این به نظر من ظلمی هست که حالا گرچه دوستان کلهور این قضیه رو اصلا بر نمیتابن و شاید منو از فردا یک آدم ضد کرد و از این حرفا قلم بدن، ولی انصافا از خودشون دو قدم پایین بیان. این دیوارها دیوارهای بسیار کوتاهیه، این پرچینا واقعا پرچینای بسیار کوتاهیه. ما کرد و یا
چیزی به اسم کلهور و سنجابی و زنگن و اینها یه مرزبندی خوب بین خودمون، ولی این مرزها رو بشکنیم. روزگار روزگار دهکده جهانیه، روزگاری که انسان‌ها با زبان انگلیسی همه دارن به یه جهان دیگری کشیده میشن. حیف است ما به قول ما تو تعصبات قومی قبیله‌ای بمانیم و بخوایم اندیشه خودمون رو به زور هم که شده به زور کسانی که اهل قلم هستن به دیگران دیکته بکنیم. خب مردمان زنگنه چه گناهی کردن که مردمان صبوری هستن و نویسنده هاشون دم از این لهجه نمیزنن، یا مردمان سنجابی یا مردمان یارستان یا مردمان کندوله؟ یعنی این است که از یک قشر را یک عده فقط در مورد لهجه کرهوری بگن و بنویسن و بخوان اینو به زور هم که شده به دیگران تعمیم بدن، این واقعا ظلمی است که بر زبان داره. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات بسیار جامعی که دادید. در اینجا علاقمندم از جناب دولتی بپرسم در ارتباط با صحبتهایی که شد، آیا سوالی هستش؟ آیا صحبتی دارید؟ بفرمایید جناب دولتی، باشیم خدمتتون. زنده باشین، عرضی نیست، بسیار بهره بردم. حضور کسی مثل جناب ارجن نعمتیه برای ادبیات کردی و انشالله ازش پر بگیریم، بازم کار کنه که به پهنای باند این زبان اضافه بشه. و دیگر دوستانم همچنان بیشتر دلسوز خود زبان باشن و باعث بشن که این زبان ما کردی جنوب فراتر از کردی حتی توی زبانهای دیگه هم شناخته بشه، همونطوری که ما مثلا توی کردی سوران یه چهره جامعی مثل شیرکوبیکس رو داریم که جهان در برابرش سر تعظیم خم کرده، ما هم به این سمت بریم که انشالله آیندگان ما چهره هایی را داشته باشن که با هیچ شگردی نشه انکارشان. خیلی متشکرم، ممنونم از حضور شما و توضیحاتی که دادید. جناب ارجن، به انتهای سمینار داریم میرسیم. صحبت‌هایی که فرمودید برای خود من به هر ترتیب و بیشک مخاطبان جوایز پارسی چه در این نسل و چه در نسل‌های آینده به جا میمونه. بسیار روشن فکرانه صحبت کردید و ذکر خیرتون بوده از شما شنیدیم، هم در امریکای شمالی و هم در کشور عزیزمون. امیدواریم که بتونیم مجددا در خدمتتون باشیم و سمینارهای بعدی رو در کنارتون باشیم. اگر در انتها صحبتی هست باشیم خدمتتون. من فقط در انتها میخوام یه چند بندی از این شیرین خوابم به زبان کردی بخونم که دیگه بسیار عالی صحبت شد که حداقل بماند. نمیدونم کجا شد. ببین داستان چون شکل‌های مختلفی داره ببینم. واقعا انتخابم نکردم. نمیدونم از کجا. هر جا که کتاب رو باز کنید و بخونید حتما بسیار ارزشمند شنیدنیه. همین داستان گفتم کوچه مردمان کرد هست. چون قوم کرد قومی است که در طول تاریخ بین دو گرچه قومی ایرانی هست و ایران و کردها رو نمیشه از هم جدا کرد، هیچ وجه جدا کرد، ولی این یک تمدنی هست این قوم که بین دو تمدن بزرگ ایران و یونان در طول تاریخ بسیار از این دست به اون دست گشته. یعنی قومی بوده که در طول تاریخ چند پاره بوده و همیشه بین این دو تا تمدن بزرگ بوده، یعنی خط حائل بین تمدن ایران و تمدن یونان بوده. گرچه قوم کرد قومی کاملا ایرانی هست و این هیچ کس نمیتونه ایران جدا بوده. این حکایت کوش این مردم هست که اول داستان این شیرین خواب اینجور شروع میشه. میگه وا گره خویدن و گیس داری، پیچه ده پلوپو چنار، گرده چوچان برزی مگر بار، وا و مشت چناران درار، وا گره خویدواران و سیدو، گیرگه جار جاران و سیدو،
سایقه تا گچانیدی از لرزه لرزه چناران سیدو لرزه لرزه چناری که بریا وی چم پیرداری که بریا بیونه جیر سیاتی شویل و وی تناف دواری که بریا او شوه هم و یاران خبر دان داره برزیل باخان خبر دان هر پلی بار قاطر بیوچی هر منو کوتریلی که پردان هر منو ایسیت داولیل لی قلایی قلا بازلیل هر منو دل و پی او چویل لی چمو لو چمه ویل ویل هر چمه یه تمه ها وسینه او تمه یه قمه ها وسینه ای چمه لی تمه به هواره داخی یه هودمه ها وسینه هودمه که نیزانم لکوب بی که یک یه شوی هم خویدی حال ناوی کل سینم هم داخ کوکیل کوکویچی. درودها بر شما، سپاس از حضورتان. با اجازه شما عزیزان، از طرف شما و از طرف خودم و مجموعه جوایز پارسی، از تمامی مخاطبان جوایز پارسی در سراسر جهان خداحافظی میکنم. تا دیداری بعد، بدرود.